دکتر محمد اشرف غنی زمان عهده‌دار ریاست جمهوری شد که افغانستان با سه انتقال سیاسی، امنیتی و اقتصادی به صورت همزمان مواجه بود. در عین حال فقر و بیکاری گسترده، نامنی فزاینده و فساد اداری عمیق مشهود بود. ایجاد تحول در چنین وضعیت اراده، استقامت و پشتکار لازم را می طلبید که رئیس جمهور غنی از هر ساعت و دقیقه زمان برای فائق آمدن بر این چالش ها بهره گرفت. رئیس جمهور بیش از 9600 جلسه را شخصا رهبری نموده است. از این جمع بیش از 8700 مورد ملاقات های انفرادی و جمعی با اقشار گوناگون مردم بوده است. در این جلسات با بیش از 301 هزار تن ملاقات صورت گرفته، یعنی روزانه به شکل اوسط 211 تن. جلسات تدویری یافته روی مسائل حکومتداری و قضایی، امنیتی و دفاعی، روابط بین المللی و سفرهای خارجی، اداری، اقتصادی و زیربنا و اجتماعی بوده است. رئیس جمهور در این جلسات با دریافت گزارش مسئولین و نظرات مردم زمینه تشریک آرا را فراهم نموده و هدایات را برای بهبود وضعیت در هر عرصه صادر نموده است. برای نمونه می توان گفت که ایجاد تمرکز روی سکتور اقتصاد و زیربنا موثریت عملکرد در این بخش را بالا برده و شاهد بهبود رشد اقتصادی در این سالها می باشیم. همچنین فعالیت کمیسیون تدارکات ملی منجر به 47.4 میلیارد افغانی صرفه‌جویی در قراردادها شده که آغاز برنامه توزیع کوپون برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی از نتایج این صرفه‌جویی است. رئیس جمهور غنی بخش عمده دیگری از وقت خویش را صرف دریافت وضعیت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ولایت نموده و در این مدت 70 سفر ولایتی انجام داده است. رئیس جمهور در این سفرها با اقشار مختلف مردم از جمله متنفذین محلی، علما، زنان، جوانان، اعضای جامعه مدنی دیدار نموده و در صورت لزوم بیش از یک روز را در آنجا سپری کرده است. بازدید از قلعه اردوها و بررسی وضعیت امنیتی ولایات بخش عمده سفرهای ولایتی بوده است. رئیس جمهور 36 بار از قلعه اردوها بازدید به عمل آورده و از نزدیک وضعیت اساکر را ارزیابی نموده است. همچنین در راستای توسعه و تحکیم روابط خارجی، ارتقا و تثبیت جایگاه کشور در نظام بین الملل و احیای موقعیت جغرافیایی افغانستان در مناسبات اقتصادی منطقه 74 سفر خارجی داشته تا از مردم افغانستان در مجامع بین المللی نمایندگی صورت گیرد. نتیجه کار بیوقفه رئیس جمهور ایجاد تحرک در امور دولتداری است که پیامدیان پیریزی اساسات توسعه، استحکام نیروهای امنیتی و دفاعی، افزایش تولیدات داخلی و صادرات و اجماع عمومی روی صلح با مالکیت افغان هاست و گونه ای که دیدگاه جهانی نسبت به آینده افغانستان نوید بخش رفاه، ثبات و امنیت می باشد.